نام خدای نسل بیشماران فدا و به نام شیر همیشه بیدار مسعود کبیر و خواهر مریم عزیز مهر تابان، خدایا تو رو به حق پیغمبرانت و مقربان درگاهت قسم میدم که این دو عزیزم را همراه با تمامی بچه های مجاهدشان 120 سال عمری با عزت، با سلامتی و سرفرازی بیشتر عطا فرما. من هم میخوام برای استمرار صدای سیمای آزادی در این کارزار همیاری مبلغ 150 یورو ناقابل تقدیم شما نمایم. امیدوارم مؤید و موفق باشید با امید پیروزی و آزادی هر چه سریعتر در ایران تا صدای برادر مسعود عزیزم را از رادیو تلویزیون ایران بشنویم. قربان همه شما میشم مادر. من همیشه اینو میگم و اینو کردم دیگه، واقعا یک سرفصل صحبتام، فصل خطاب صحبت، ترجیبند صحبتام. ما به همت خونهای ریخته شده فرزندان عزیز ایران پناهندگی گرفتیم. من خودم که تو سفارت بودم بلافاصله به دلیل بعد از 3 خرداد بود که شروع کردن به دادن پناهندگی. اگر اصلا پناهندگی نمیدادن به کسی، وقتی قتل عام کردیم پناهندگی شروع شد. خب وظیفه ما چیه که در خارج کشور هستیم؟ ما به همت اون خونها اومدیم و باید حق اون خونه رو ادا کنیم. ما باید از اون ملکت در زنجیر دفاع کنیم. این دفاع میتونه دفاع با قدم باشه، با قلم باشه، با کار باشه، که خود من الان 35 ساله، 2 سالم که توی سفارت زیرزی در بس شبانه روز در اختیار این مقامات هم افتخار دارم که سفیر و نمایندهش خانم مریم رجبی هستم در شمال اروپا، بعضی موقع در سازمان های بین المللی و دیگرانی که هواداران عزیزی که کار میکنن، زحمت میکشن و واقعا توی خیابون ها توی سرما گرما پشتیبان اون ملت در زنجیر هستن. و بعد نقطه دومی که من همیشه تأیید میکنم و تأکید میکنم اینه که ما روی خاک اروپا و غربی اومدیم که این دموکراسی هاش همینجوری از آسمون به دامنش نیفتاده. این هموطنان عزیز خارج کشور، من تاریخ اروپا رو بخونم، به ویژه هزارها میلیونها فرزندان مجاهد، حالا اسمش اونها مجاهد نبوده، فدایی نبوده، مصدقی نبوده، ملی نبوده، اسمای دیگه داشتن به زبانهای خودشه، میلیونها خون داده شده، شکنجه ها شده، در زندانها قتل عام شده که این کشورهای اروپایی آزاد شدن و ما اومدیم در اینجا روی خاک اونها خلاصه در راحتی و در راحتی نسبی، البته چون دل ما با ایرانه و در غم کشورمون هست، ولی در امنیت اینجا هستیم. ما وظیفه داریم، ما مجبوریم که اون ملت در زنجیر کمک کنیم. ما مجبوریم که جای خوش نکنیم و بیاد بیاوریم که ما به خاطر چه خونهایی ریخته شده اومدیم به خارج کشور. من یادم میاد سفیر آمریکا زمانی که جیمز جفری بود یک بار رسما گفت در عراق، در عراق بله، خودتون منحل کنید. یا اون سفیر باتلر که مأموریتش اصلا این بود که بیاد طرف حساب مجاهدین بشه و به صراحت به هیئت نمایندگی مجاهدین، به رهبری مجاهدین توی اشرف گفت یا هرچی من میگم گوش میکنید یا کشته خواهید شد. اون چیزی هم که میگفت این بود که اشرف رو ترک بکنید، نه به صفت یک سازمان، نه به صفت یک تشکیلات، بلکه میخواستن یک سری آواره درست بکنن. خب در چنین شرایطی مجاهدین موفق شدن خودشون رو با شرایط بسیار پیچیده و سختی که باش مواجه بودن تطبیق بدن، چون شما میدونید برای پدیده ها انطباق با محیط پیرامون بیانگر تکامل اون هر پدیده ای هست. مجاهدین طی این سالیان نشون دادن که از چنین پتانسیلی، از چنین آداپتاسیونی با هر شرایطی که با اون مواجه میشن برخوردارن. از زمانی که توی ایران بعد از 3 خرداد به
شروع اعدام های دست جمعی در حالی که اصلا آماده نبودن، چطور خودشون رو تطبیق دادن، زمانی که ارتش آزادی بخش شد تشکیل دادن و بالاخره وقتی که بر اساس یک سری تحولات بین المللی در عراق مواجه شدن با چنین شرایطی. ولی صحت خطی که مجاهدین انتخاب کردن، چون در اون زمان مجاهدین مخیر بودن بین دو چیز، برخلاف اون تبلیغاتی که میشد که مجاهدین باید انتخاب میکردن که بمانند یا از عراق خارج بشن، انتخاب یک چیز بیشتر نبود، یا باید پایداری انتخاب میکردن و یا تسلیم. در مورد پایداری تو همین برنامه قبل شما فکر میکنم برادر رحمان خیلی کامل توضیح دادن. بله، مجاهدین پایداری انتخاب کردن و بیوم نه همون پایداری موفق شدن که امروز نه به صفت یک عده آواره و یا حتی پناهنده، بلکه به صفت سازمان مجاهدین خلق ایران تحت نظارت کمیساریای عالی پناهندگان و با دخالت همون دولت آمریکا که تا چند سال قبل مجاهدین را با برچسب تروریستی باشون برخورد میکرد و میگفت این سازمان بعد منحل بشه، به آلبانی منتقل بشن. یعنی در واقع مجاهدین یک بار دیگه تونستن خودشون را با شرایط جدید انطباق بدن، استراتژی درستی اتخاذ بکنن، استراتژی که ما الان بازتابش و عملکردش همین امروز در داخل ایران میبینیم. شما به 6 ماه گذشته نگاه کنید، جنبش دادخواهی که به فراخوان خرمریم شروع شد در ایران، امروز شده به عنوان بزرگترین شاخص برای سنجش همه. موضع شما در مقابل قتل عام 30,000 مجاهد خلق، 30,000 مبارز و مجاهد خلق در سال 67 چیه؟ شما اگه یادتون باشه تا 1 سال پیش، تا 2 سال پیش، این منطقه ممنوعه بود، مرز سرخ بود اسم بردن از قتل عام سال 67. ولی امروز به یمن همین استراتژی موفقی که مجاهدین در پیش گرفتن، یعنی تشکیل 1,000 اشرف که پایه های اون از چند سال پیش شروع کردن، ما امروز میبینیم که در داخل خاک ایران یک تحول کیفی صورت گرفته و عنصر مقاومت هر روز بیشتر در مبارزات اجتماعی خودش نشون میده، از زندان ها تا همه پهنه ها و تا همین جنبش دادخواهی که اشاره کردم. به این دلیله که ما میگیم نه بر اساس یک چیز ذهنی، بلکه مجاهدین موفق شدن نه تنها توطئه های رژیم رو پس بزنن، بلکه با انطباق فعال با شرایط پیچیده جدید در موقعیتی قرار بگیرن که منسجمتر، مستحکمتر از قبل برای سرنگونی رژیم به پیش برن. بله، فرض این تو توضیح میدی که این مراحل رو پشت سر گذاشتن مجاهدین با اون پایداری، ولی چگونه؟ چطور؟ خب این دو وجه داره. مبنا همون پایداری بود، مبنا آبادگی مجاهدین برای پرداخت بهای اون چیزی که میخوان، برای پرداخت رسیدن به اون آرمانشون. البته من باید اینجا این نکته هم اضافه کنم که فداکاری به تنهایی کافی نیست، ضروری هست. خیلی جنبش های دیگه هم بودن در شرایط مشابه، فداکاری های زیادی هم کردن ولی متاسفانه نابود شدن، از بینشون بردن. شرایط تو عراق هم که میدونید روزی صدها نفر کشته میشدن تو عراق. ولی مجاهدین علاوه بر فداکاری چند عنصر دیگه داشتن. یک رهبری ذی‌صلاح داشتن، خط و استراتژی درست داشتن، یعنی روزی که تصمیم گرفتن پایداری را انتخاب بکنن، و در ورای اونها یک تشکیلات منسجم و مستحکم. به همین دلیل هم هست که آخوندها و ملاها همه تلاششون برای ضربه زدن به این تشکیلاته، چون میدونن اگر باشه تشکیلات منسجم به عنوان موتور و قلب تپنده جنبش، سرنگونی اونها تضمین شده است. این یک وجه بود. ولی وجه دیگر کار به واقع سترک و عظیمی که طی این سالیان خرمریم با رهبری یک کارزار بین المللی که بدون کمترین اغراق من میتونم بگم در تاریخ معاصر بی نظیره. چون شما توجه کنید مجاهدین در لیست های اصطلاح تروریستی اروپا و آمریکا بودن که محدودیت فعالیت بر مجاهدین اعمال میکرد.
علارغم همه محدودیت ها مجاهدین موفق شدن همه پارلمان های کشورهای اروپایی، کنگره آمریکا، سنای آمریکا، همه اینها را بسیج کنن حول موضوعی که روز اول که ما شروع کردیم کسی اشرف ها نمیشناخت. قطعنامه ها، نامه های حمایت، تا به نقطه ای که در کنگره آمریکا لایحه تصویب کردن، تبدیل به قانون شد، دولت اوباما را موظف کرد در اوج سیاست مماشات که با رژیم آخوندی پیش می برد، موظف شد به حفاظت از مجاهدین. یعنی مجاهدین موفق شدن اولا برای امنیت ساکنین، برای امنیت مجاهدین در اشرف و لیبرتی یک سپر حفاظتی سیاسی ایجاد کنن که در تاریخ بی نظیره، چون مجاهدین هیچ حفاظت فیزیکی نداشتن، هیچ نیروی مسلحی توی عراق از اونها حمایت نمی کرد. ولی به یمن این فداکاری ها، به یمن این تلاش ها که خیلی از اشرف نشان ها هم در سراسر دنیا در اون سهیم بودن، تحت رهبری خواهر مریم مجاهدین تونستن سیاست عوض کنند، تعادل قوا را تغییر بدن و به نفع مقاومت بچرخونن. خیلی تشکر میکنم و همچنین از تمامی هموطنان عزیز که با عزم جزم در این همیاری شرکت کردن، هممیهنان آزادی که تصمیم گرفتن و عزم جزم کردن که به هر حال برای تغییر این رژیم سر از پای نشناسن و از همه چیزشون هم گذشتن، به همه شون من درود میفرستم، به خصوص در این مرحله که واقعا پایه و اساس استقلال یک مقاومت، یک سازمان و یک جریان انقلابی، مبنای استقلالش که میتونه حافظ اصولش و ارزشهاش باشه در تمام گردنهای بسیار سخت و صعب، همین تکیش بر مردم هست. وقتی ما پشتون به مردم اون گرم هست، وقتی به هزینه هامون رو به اتکای مردمون و فقط مردم خودمون تأمین میکنیم، اینجاست که میتونیم مستقل باشیم. بی جهت نیست که سازمان مجاهدین در ترین گردنه ها و از فرازشیب ها گذشته نه تنها مونده، بلکه در اوج پیروزی بر بالاترین گل پیروزی خودش الان رسیده، به طوری که رژیم رو بگه چه نقطه رسونده و خودش الان در کجاست. علتش چیست؟ همین همیاری. همیاری یک عنصر تعیین کننده است در این استقلال. میخوام بهتون بگم که این اعتماد و این تکیه به مردم از همون بدو سازمان، از همون ابتدا بوده و تا امروز ادامه پیدا کرده. با عرض ادب و احترام به برادر رفیعی آقای حیاتی و همه دستاندرکاران سیمای آزادی، اول پرواز باشکوه افتخار آفرین رزمندگان آزادی رو تبریک میگم. با پرواز اونا این رژیم و ایادی و مزدوراش هم در ایران و هم در عراق گیج و منگ و مات شدن. به خانم رجوی ریاست جمهور برگزیده مقارنات تبریک میگم. واقعا تو این شطرنج همه رو گیج و منگ کردن، دستشون درد نکنه. دلم خواست تو این همیاری شرکت کنم. از لحظه که شروع شد تلاش کردم وصل بشم، همه راه ها مسدود بود، خیلی تلاش کردم و ناامید شده بودم، ولی اون تداعی شد اون پندی که در ناامیدی وسیع امید است. خوشحالم که با شما ارتباط برقرار کردم. من 1,300,000 تومان در حد توانایی به سیما کمک میکنم. آرزو میکنم که سیما همیشه برقرار باشه و تا روز پیروزی و حضورتون در ایران لحظه شماری میکنم. آمادم و از الانم میگم حاضر. بله، بحث این بود که این همیاری و کمک مردم و تکیه و اعتماد فقط به کمک های مردم، اون استقلال ما رو تضمین و تأمین میکنه. من اشاره کردم در ابتدای سازمان، در بدو سازمان یک موقع بنیانگذار کبیر و محمد آقا همه رو جمع کرد و سوال کرد که ما با این هزینه هایی که داریم چه باید بکنیم، از کجا تأمین کنیم. خب هر کس نظرش رو داد، بعد محمد آقا گفتن که بله،
ما تنها و تنها باید به مردممون تکیه کنیم، باید به مردم بگیم وقتی که اونها ببینن که ما برای آزادی خودشون از همه چیزمون میگذاریم، باور کنید که اونها هم تلاش خواهند کرد و کمک خواهند کرد. و ما از همون موقع تا امروز تمام تکیمون در این 51 سال به مردم بوده و میخوام بگم که این مردم هستن که شایسته این مقاومت هستند. و میخواستم بگم که اتفاقا این سیما با تمام پیچیدگی ها که داره، با تمام خدماتی که میکنه، واقعا شایسته چنین مردمی هستن و ما در طول این 50 سال تماما به اتکای همین مردم و کمک همین مردم تونستیم استقلال خودمون رو حفظ کنیم و در تمام فراز و نشیب ها از اصولمون یک ذره هم کوتاه نیاییم. فرخ هستم از استرالیا، سلام میکنم خدمت تمام رزمند شیران آلبانی، سلام میکنم خدمت تمام عزیزان در فرانسه. قبل از هر چیز عید میلادی رو به شما عزیزان تبریک میگم و همچنین به شیران آلبانی میگم نوروز امسال رو که در پیش داریم دیگه موشکی نخواهید داشت، خدا رو شکر. به نظر من شما تجسم واقعی خواهر مریم جملش میتوان و باید هستید و ما در کنار شما واقعا توان مضاعف و نیروی جوانی احساس میکنیم. شما گوهرهای بی‌بدیل و سرسبد انقلابیون دنیا هستید. شما نه تنها ارتجاع آخوندی رو به زانو در آوردید، بلکه پدرخونده اونها رو هم مجبور کردید به پذیرش خواسته های خودتون، همونایی که میخواستن شما رو تیکه تیکه کنن و به صورت انفرادی ببرن و بعد سرتون رو زیر آب کنن در گوشه و کنار دنیا. نمیدونم چطوری احساساتم را برای شما تشریح کنم با این هم حمایت. البته درست هم همین است که مگر این مقاومت همه چیز خود را فدای رهایی از چنگ آخوندهای ضد بشر ایران برباده نکرده است؟ پس این هم جواب درستی به این همه فداکاری. امروز وقتی حرفای خواهرفهیمه را میشنیدم گفتم واقعا مسعود و مریم چه نسلی را تربیت کردند. این مجاهدین همان سازمانی که تا وقتی آخرین قطرات آزادی هنوز در بین نرفته بود، نشریه مجاهد در سال 60 انتشارش به بیش از 1 میلیون رسید. باور کنید اگر اختاپوس ملاها و این همه جنایت و اعدام بر سر مردم ایران این زیباترین وطن نبود، 3 روز همیاری به واقع کم بود و اگر به 3 روز هم میرسید تلفونای هموطنان یک لحظه قطع نمیشد. و باید اضافه کنم کاری که بچه ها در اشرف و زندان لیبرتی در این چند سال بعد از تغییرات در عراق انجام دادن، هر چند تعداد شهدای آن هر چقدر والا بسیار کمتر از 120,000 نفری بود که به دست این جانیان به شهادت رسیدن، ولی به واقع خون تمامی شهدای خلق را جوشان و زنده کردن. نه تنها شهدای مجاهدین و شورا، بلکه تمامی آنهایی که با هر عقیده بر علیه رژیم خمینی و برای سقوط آن به شهادت رسیدم. و واقعا خدا را شکر میکنم که در آخرین پرواز به سمت آلبانی همه اشرفیان به سلامتی برای ادامه راه، یعنی سرنگونی خمینی آخوندا، به آنجا رسیدم. میخواستم یک کمک کوچیکی بکنم برای اینکه سیما بتونه کار خودش رو همچنان ادامه بده تا به آگاهی رسوندن مردم و برای سرنگون کردن این رژیم منحوس که فرهنگ لغات کثیفی مثل گورخواب، کارتونخواب، بچه های کار، بچه های خیابانی رو به وجود آورده که زایده این رژیم پلیده. برای همه رزمندگان آزادی، به خصوص اینهایی که اومدن به آلبانی، خوش آمد بهشون میگم. برای همشون آرزوی موفقیت دارم، با آرزوی سلامتی برای همگیشون و با درود به زندانیان سیاسی مقاوم. من مبلغ ناچیز 2,000 یورو به سیمای آزادی کمک میکنم. با درود به همه شما، خدا نگهدار. من خیلی خوشحالم که تو این فرصت تونستم صحبت کنم با یکی از در واقع سرداران پایداری پرشکوه. واقعا نمیدونم چی بگم از هیجانی که به من دست داده این لحظه. واقعا خیلی ممنون از شما. بعد از سیاوش که اومدید، ما گاهن از راهنمایی شما خیلی استفاده میکردیم و خیلی تماس میگرفتید و با ما صحبت میکردید و
کلاس می‌داشتید، خیلی عالی بود. واقعا ازتون متشکرم. من فقط وقتتون رو زیاد نمی‌گیرم. می‌خواستم کمک خودم رو اعلام بکنم. کمک من 12,000 پوند هستش که البته فقط 500 پوندش مونده است که آخرین هفته پرداخت می‌کنم که دیگه واسه ما در واقع تو این همیاری میشه که 0-0 بشید. واقعا خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید. ممنونم. خدا حافظ شما. چون هم میهنانمون اینطوری خودشون میان که مشتاقانه شرکت کنن تو این برنامه و هر چقدر که میتونن و دارن خالصانه و مخلصانه میارن میدن به این مقاومت و در همیاری با سیمای آزادی. این واقعا یکی دیگه از این درسایی هستش که ما هر چقدر هم که بشینیم پاش و بچه هاست که صحبت میکنن گوش میکنیم اصلا تمامی نداره و واقعا که هر کدوم اینا هر برادری که اومد یا خواهری که اومد صحبت کرد واقعا درسی گرفتیم از این عظمت اینا که چطوری خودشونو و داراییشونو اینطوری به پای مقاومتشون میریزن و آرمانی که در پیش دارن و چقدر مصمم هستن در این رابطه و چقدر اطمینان دارن از این نظر. این هجوم عاشقانه ای که میبینی صرف نظر از مقدار کمکی که از طرف افراد اعلام میشه در واقع نشان دهنده جایگاه شما و جایگاه مجاهدین در چشم مردم ایران و در چشم هواداراست و این یک پیامیه به رژیم که بله ما مقاومت خودمون رو در روی دوشهای خود حمل میکنیم و به کمک همین مجاهدین حتما که این رژیم رو به زمین خواهیم زد. با سلام به آقای رفیعی و برادر سیاوش، همینطور با سلام به همه عزیزان در سیمای آزادی، با سلام به خواهر مریم برادر مسعود عزیز و با تبریک به انتقال تمام مجاهدین عزیز از شفیعی به آلبانی. به یک بار بزرگ و نگرانی عظیمی بود که الحمدلله برطرف شد. میخواستم کمک دوست عزیزمون محمد از نشویل آمریکا که 20,000 دلار هست رو اعلام بکنم. همچنین من و بهمنم 500 دلار کمک میکنیم و با آرزوی دیدار همگی شما به زودی زود شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. خب واقعا بعد بگم که توی همین سه روزه وقتی آدم به صحبت‌های هموطنان آزادمون گوش میکنیم واقعا تفاوت کیفی فضا رو با موارد گذشته و همیاری‌های گذشته خوب آدم احساس میکنه. میفهمیم که واقعا چگونه جامعه ایران چگونه متبلور، چگونه تلاشش زیادتر میشه، روزافزون میشه مقاومتش و عزم جذبش برای سرنگونی. واقعا آدم احساس میکنه که توی جامعه ایران هیچ قشری وجود نداره که خواهان تغییر رژیم نباشه یه جز کسانی که مزدور رژیم هستند. این واقعیتی است که خب نتیجه 50 سال مبارزه و به خصوص 14 سالی که خب در مقابل خمینی ایستادگی کردیم. واقعا باید گفتش که همین استقامت ها و همین مبارزات هست که تفاوت کیفی میداره بین این مبارزه با مبارزه و انقلابات سایر کشورها. اینه که واقعا یک پارچگی فهم و درک عمیق مردم ایران رو از مبارزه از این از وضعیت رژیم، از وضعیت مقابلش، رهبریش و اینکه چگونه باید کرد و چگونه خستگی ناپذیر رو ادامه داد و امید و اعتمادش و از پیامی که از خواهر مریم میگیره، از برادر مسعود میگیره، از کس نخواهد برادر مسعود و از میتوان نباید خواهر مریم. خب واقعا ما با چنین جامعه ای مواجه هستیم. خیلی خوشحال هستم که بهتون بگم که واقعا این جنبش با هر جنبش دیگه متفاوته. این جنبش هست که با این اتحاد و این همبستگی بین اقشار مختلف مردم، بین اقوام مختلف مردم که یک پارچه همشون یک حرف دارن و اونی که به رژیم میگن خیر، نه
سرنگونی سرنگونی سرنگونی. من خوشحال هستم از این سیمای آزادی که این پیام ها رو به اقصا نقاط ملت ایران، کشور ایران میرسونه و همه ملت میفهمن، دنیا میفهمن که ملت ایران چی میخوان، کیو میخوان و کیو نمیخوان. و این نقش بزرگی است که سیمای آزادی داره، اونم با برنامه های بسیار پیچیده و با کیفیت بسیار بالا، که خب هم توی گفتم شایسته این ملت و این مردم همین سیمای آزادی است. و امیدواریم که هر چه زودتر بتوانیم با این همبستگی ملی به اون هدف نهایی که رهایی مردم ایران هست و سرنگونی رژیم فاسد و جنایتکار آخوندی هست، هر چه زودتر برسیم و رهایی رو به خلق ایران و به مردم ایران تقدیم کنیم و برسونیم. اجازه بدید چند پیام هست که این رو به اطلاعاتون برسونم خیلی کوتاه. پیامی هست که از طرف جامعه ورزشی ایرانیان آقای بهرام مودت، ملی پوچ فوتبال میهنمون، فرستادن. نوشتن که جامعه ورزشی ایرانیان حامی مقاومت ضمن قدرداری از کوشش شما دست‌اندرکاران سیمای آزادی جهت ارائه پربار برنامه‌ها و انعکاس وقایع و اخبار ایران و مقاومت در راستای سرنگونی نظام پلید آخوندی، کمک ناچیز خود را به شهر زیر به اطلاع می‌رساند. دوستان در آمریکا 1000 دلار، دوستان در آلمان محمد رضا یوسف علی 100 یورو، غزال مفیدی 150 یورو، فائزه مظهری 100 یورو، محمد آزادان 340 یورو، محمد بهروزی 250 یورو، فیروزه اجاق و بهرام مودت 560 یورو، جمعاً 1500 یورو. با تقدیم صمیمانه ترین سپاسها بهرام مودت. و عرض تبریک بابت بورسی ده سال روز آزادی برادر مسعود. نظام آخوندی با مرگ رفسنجانی متلاطم شده و پیش به سوی 1000 اشرف. بنده به نوبه خودم 1000 دلار تقدیم به سیمای آزادی میکنم. درود بر رجوی، مرگ بر اصل ولایت فقیه. محمد علی از آلمان پای خط هستن، سلام میکنیم به محمد علی، بفرمایید. منم خدمت شما خواهر و مهمانان عزیزتون سلام میکنم. خیلی خوشحالم که به هر حال تونستم وصل بشم. الان 2 روزه که منتظرم. ببخشید واقعا باعث شرمندگی ماست که شما وصل نشدید. نه خواهر، این واقعا این نشون دهنده اینه که به واقع چقدر ملت ما مشتاقن که این وطنمون آزاد بشه. این نشون دهنده اینه. من خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که اینقدر منتظر شدم، چون واقعا این خودش نشونگر عشق این مردم به آزادی این وطن و حمایتیه که نشون دهنده حمایت از این تنها واقعا آلترناتیوه. واقعا من صحبت نمیخوام زیاد بکنم، ولی خب این برنامه رو 3 روزی که نگاه میکنم و امروز حدود 7 ساعت که تو صف هستم، به معنای واقعی از ساعت 3 منتظرم که نوبتم بشه و خب خوشبختانه نوبتم شد. واقعا خب آدم نمیدونه چی بگه. این دریای اعتماد و این دریای اعتمادی که واقعا خلق داره به این سازمان انجام میده واقعا شگفت انگیزه. بعد 37 سال و این در نقطه مقابل رژیم خمینی هستش که اعتماد خلق رو دزدید. من احساس خودم رو به این شکل میگم که این کمک هایی که صورت میگیره، هر کرون، هر دلار، هر یورو و هر تومن، سمبول و بیانگر آن قسمی است که در سرود سازمان به اسم سرود قسم خونده میشه. تجسم دست‌های پینه‌بسته کارگران، تجسم دست زخم‌خورده دهقان و تجسم اشک بیوه شوهرت دست داده و اشک چشم یتیمان هستش که به این شکل به صدا مجسم میشه و تجلی پیدا میکنه برای حفظ و برای حفاظت از
صدا و سیمای آزادی، این چراغ و این مشعل فروزان انقلاب که واقعا رسوا کننده این رژیم جنایتکار و آخوندهای ضد بشر هستش. سوگند رو مجددا اعلام میکنیم که ما هرگز صدا و سیما، هرگز سازمان مجاهدین رو تنها نخواهیم گذاشت، همیشه در هر شرایطی با تمام توان پشتیبانش خواهیم بود تا زمانی که این آخوندهای ضد بشر، ضد ایرانی گورشون از ایران گم کنن و به زباله‌دان تاریخ بریزن. در پایان میخوام من کمک هایی که هستش از شهر گوتنبرگ سوئد بخشش رو اعلام بکنم. حمید 8,000 کرون، حمید مجدداً، حمید شماره 2 2,500 کرون، محمود 1,000 کرون، ابراهیم 1,000 کرون، حمید مجدداً، حمید شماره 3 1,000 کرون، عباس 100 کرون، منوچه 37,000 کرون، معصومه 100,000 کرون، خودم مرتضی و همسرم قدسا 10,000 کرون، مجموعاً 160,600 کرون.